من راجب شکافتن هسته اتمی صحبت نکردم اینجوری نگاه میکنی؟ ای بابا، من سر از این چیزها در نمیارم. من 4000 رو به زور میشمرم. خب خانم آسمی، من 100 توضیح دادم، برای بار 101 مجدد توضیح میدم، شما دقت کنین. شما 80 به من میدین، خب اینم شما 80 میلیون پول رهنی که من پیش شما دارم و میدین به من، خب؟ من دومادم خارجه، اختیار این خونم دستمونه. خانم به شما نمیاد با این فهم و کمالات نیازی به وکیل واسطی داشته باشین. ای جوان، الان اما نبین، من یه زمانی اولین زن چتربازی بودم. همکارم هستی؟ من که کارمند نبودی. چرا ول کردم رفتم چتربازی؟ حالا اونو من توضیح میدم، شما به عرض من برس، شما 80 پول رهن خونه منو میدیم به من، من در ازاش یه چک مینویسم به مبلغ 85 میدم به شما. یعنی چی؟ یعنی آخر ما شما هم 80 خودتو داری، هم 5 روش کنارش، 85 داری. شما داری پول خیرات میکنی؟ نه خانم، خیرات چیه، من یک معامله ای انجام دادم، سودشو دارم نصف میکنم، نصف میدم به شما، نصف مال خودم. آخه من چه میدونم این پولو به دست کی میدی؟ اومد و خورد و یابم روش. خانم آسمی، خانم آسمی، اگه بخورم پول شما رو نخوردن که، پول بنده رو خوردن. منم که دست شما چک دارم. یعنی تو با 80 فقط 10 سود میکنی؟ شما واقعا 4000 رو به زور میشماری؟ چتربازی که حساب کتاب حالیش نباشه زنده نمیمونه، تو اولین پرش مرده. منطقیه. پس لاغل یه کار دیگه کنیم، تا اینجا اومدیم از بده یه کار فرهنگی کنیم. خواهرزاده من تو خبرگزاریه، اگه مشکلی نباشه بیاد با شما مصاحبه کنه به عنوان اولین زن چتباز ایرانی. اولین دیگه، درسته؟ راسته چیم؟ اول هم نبودم. ده همین به خاطر 2-4 کردن حتی که عقب میمونید دیگه. اگه این کار نمی کردی میرفتین جلو در تیاره اولی میپریدین. حالا این نداره، سومی که هستین. بیاد بعد عکستون صفحه اول روزنامه میخوره، داخلش هم چی 2-3 عکس جوونیتون میخوره، تنگش چه شبت خانم. واقعیتش اینه که من زیاد اهل رسانه شدن نیستم. نکنید این کارو خانم، شما مایه افتخار جامعه زنایی، باید از شما درس بگیرن. الان زنای امروزی از یه جوب نمیتونن بپرن یا کشکک زانو جابجا شده دیسکشو زده بیرون، به خاطر چی؟ پوکی استخوان. شما رو باید ببینم مادرای قدیمو. بیاد اگه بفهمه که عکس من رو صفحه اول روزنامه است قیق میکنه. جاریم اسمت، اونم اولی زنی بود که پشت فرمون نشست. لاغر بذار اسمت رو قیق بدیم. سلام سعید جان، کم پیدایی؟ از من دلگیری؟ شب کی میرسی خونه؟ بیام ببینمت. چرا دیگه؟ بالکن خونه به چه دردی میخوره؟ گفتگوهای تنهایی؟ آره داداشم، میام ببینمت. باش، خدا به همت. بله، بازم دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردین، امیدوارم من جبران کنم. چیزه اون پولی که من ریختم به حسابتون؟ بله. رسیدش پیش شماست؟ بله دیگه، من چک دادم خدمتون، اینم پیش منه، فکر نمی‌کنم دیگه به کارتون بیاد. خب اگه اون چک برگشت خورد، این به کارم میاد. من موندم فقط با این اعتماد چجوری به ما خونه دادین شما؟ بلش کن اونا رو، حالا آشناتون کی میاد برای مصاحبه با من؟ آها بله، من تماس گرفتم باش دیگه، فقط شما تماس میگیره اون. توی این مدتی که تا تماس بگیره شما حرفاتون قشنگ برز بدین، همینجوری هم خوب اینا، چون ممکنه عکس روی جلد کار بشه به سر وضعتون هم برسین. باشه، میگم بگیره. پس منتظرم. منتظر با الحق که چهت بازی لعنه خودش اومد اینجا، ما خیلی مشتاق بودیم ادامه بده ولی نتونست رفت. چرا نتونست؟ توضیحش خیلی ساده نیست. اینایی که اینجا میان با تمام مشکلاتشون میان، مشکلات ذهنی، خانوادگی، تنهاییاشون، ترساشون،
همین رو نمیشه به سرعت حل کرد. ترک اعتیاد خیلی زمان نمیبره، ولی پاک بودن خیلی مهمتره. خب حالا ردی نشونه چیزی ازش نداریم من برم دنبالش؟ اجازه بدین. تو این دفتر هم اطلاعات بالینی بیماران و هم یادداشت‌ها و خاطراتشون هست. چند لحظه. آها یه چیز اینجا هست. وقتی رعنا اومد اینجا با کسی بود. رعنا که رفت اون مود رو ادامه داد و تمام مدت داروهاشو مصرف میکرد. الان پاکه، داره کار میکنه. فکر کنم که رعنا بهش سر بزنه. خب آدرسی، شماره تلفنی چیزی ازش ندارین؟ کیه؟ متاسفانه نمیتونم شمارهشو بهتون بدم. خواهش میکنم، من فقط میخوام از رعنا بپرسم. میدونم، ولی ما اجازه نداریم اطلاعات اینا رو به کسی بدیم. شاید راضی نباشن. من باشون هماهنگ میکنم، بهتون خبر میدم. لطفاً الان تماس بگیریم، من منتظر میمونم. شما شمارتونه بذارید، من خبرتون میکنم. حفظ آرامش کسی که پاک شده واسه ما خیلی مهمتر از کسی که احتمالاً هنوز درگیره. باشه، پس لطفاً شماره منو بزنید تو گوشیتون. حتماً. چند لحظه. آها یادم اومد، یه عکسی ازش دارم. تولد یکی از این دخترها بود. الان براتون میفرستمش. خلاصه شرمنده، هر کاری کردم، به هر دری زدم، واقعا نتونستم این چکر جور کردم. فقط من تا اینجای راه تونستم بیام دیگه. یه ذره بالا پایینو ببخش دیگه. هنوزم 6 ماهه یا چطور؟ من گفتم سه‌سوته جور کن. نه آخه ریسکی که بیاد بشه ریسک نیست، درسته؟ من تو میپرسم قبول داری اینو؟ حالا 4-5 روزم میکشید همچی بیاد نمیشد. خب نه آخه من اخلاق چیز بی ثبات خودم رو میدونم دیگه. یهو میدیدی مثلا خودم اصلا پشیمون میشدم. نه یهو اینور میدیدی زنم رأی ها میزد، نه اصلا همین خانم حساب خونمون یهو اون جا میزد. بابا این روزا اصلا همه بی ثباتن، اصلا وضعیت خیلی متزلزله. زودتر باید ردیفش میکردیم دیگه. گوشه صابخونت رو بریدی؟ اوه جفت گوشاشو. نه بابا شوخی میکنم، پول پیش خونمه. خوب باید راه اومده. البته من باش راه اومدم. اونم به شوخی گفتم گوشیشو بریدم. اون خودش یک چتربازیه، گوش ما رو برید بدم برید. اولا یه چک گرفت، دوما بهره این پولو گرفته ازم، سوم بعد یه ماه برگردونم بهش، برنگردونم باید یه گوشه بریم چادر بزنیم. خیلی دل جارت داری. آره ولی چه فایده، با اونجایی که باید میرسیدیم نرسیدیم که. ببین مسعود، واسه من سخت نبود این 100 تومن نجات بذارم، حتی 200-300 تومنشو. فقط میخواستم ببینم چقدر جنم داری، چقدر از خودت مایه میذاری. حالاشم من مشکل ندارم که از 300 تومنو بهت میدم، میدونم میتونم روز حساب کنم. نوکرترینم بابا، خیلی با مرامی. بس یعنی با این حساب من ندارم چیت کرد دنبال جای چادر بگردم دیگه، همه چی ردیفه؟ تا سر برج پولت به اضافه سودش دستتون. دانیل واقعا مردی. میدونی آخه این روزا رفیقای فابم دست همو نمیگیرن. میدونی یه جوری شده دارن زور میزنن که مثلا تو کارشون دست زیاد نشه. بعد تو این شرایط دست ما رو میگیری آدم مونده. میگم اونا خوبه آخرش مثل فیلم ها سریال کلاه ما رو برداری بریم. شوخی میکنم البته. دوستی ما مال این روزا نیست. آفرین. انگار رفاقت تو تو دوران مدرسه جا گذاشتی. بعد از اونم هر کیو دیدیم رقیبمون شد نه رفیق. واقعا راست میگی. حالا پس با این حساب من از فردا میتونم بیام بردست دیگاره؟ بردست من نه، بردست شریکم. کار من سرمایه گذاری مشترک با خارجی هست، ولی شریکم کارش تجارت داخلیه. آها تاجر، تو چه تجارت میکنی؟ اون چجور تجارتی؟ خیلی کارا، خودش بهت میگه. هرچی تو صلاح میدونی، هرچی. فقط ببخشید میگم جسارتا این آدم مطمئنیه دیگه، یه وقت پول ما رو ور نداره بره اون ور آب. خودی 3 تا خونه اون ور آب داره. از سفر که برگرده خبرت میکنم، خودتو پولاتو میدم بهش. در ضمن من یه سفر کاری هم در پیش دارم.
آقا دانیال خوب با پول من و امثال من دنیا رو میگردین. ولی نوش جونه حقته، حقتونه واقعا، چون واقعا زحمت کشیدین دیگه. شما نری که بره، ما بریم. داغون شده، فقط چشاش هم و چشاش. اون دختره اگه باش در ارتباط بوده حتما میدونه الان رهن کجاست. فقط خیلی خوشحال شدم برای که خانمه گفت خودش اومده برای ترک. تا الان خودم گفتم خب حالا بگرد پیداش کن آخرش که چی. اگه میخواست تا الان برای خودش کاری کرده بود، ولی این یعنی میخواد. فقط کمک بازم پکریه. نه چیزی نیست. میگی چته؟ قول میدی نه سر وقت بابا؟ آره بگو چی شده. شاکی بود تا از سر دختر من زیاد حیف تو استاد دانشگاهی و نه بابا میگفت دست از سر آبا بردار برو دنبال زندگی. دعواتونم شد؟ نه بابا، مگه دیوونم با پدر زن هایندم دعوا کنم؟ تو دیگه چقدر پر روی. نه والا، این آرزوییه که انقریب به واقعیت میده. انقریب بابای شما میاد سراغ بنده یر به یر میشه. خیالت راحت، آقا جونو من میشنست. طبق معمول من میشم کیسه بوکسیش، شما خیالت راحت میشه. ظاهرن هوری خانم پیشه آشنا برش کار جور کرده. باش ندارم دائم پیغمو پسمون برام بفرسه. خب چیکار کنه؟ به خودتون که زنگ میزنه که به هر حال آدرس و محل کار جلالو داده. که چیکار کنه؟ جلال با همون ناتنیش درگیر شده، همون که زمینو گرفت. هوری خانم میترسه که جلال دوباره شر درست کنه. اینه که خواسته حالا که داره میاد شما حواشو داشته باشین. با اون کینه شطوری که از من داره یکی باز همه من رو داشته باشه. سلام. سلام. حالا چطوره؟ کجای دو ساعته؟ خودمو کشتم تا الهام راضی شد. والا ما اگه از سفارت وقت میخواستیم تا الان جواب گرفته بودم. بفرمایید. حالا حرفتو بگم. چرا استرس داری؟ مگه دنبال اون کردن؟ باید زود برگردم. خیلی خوب زود برت میگردونم. در ضمن الهی خانم من فکرمو کردم، حالا که مشکل اصلی بابات با من نداشتن مدرکه، من بهش تعهد میدم که وقتی ازدواج کردیم بریم خارج از کشور من درس بخونم. هند، تو همونجا فیلم هندی ببین. شوخیت گرفته؟ نه جدی میگم. تو به مامانت بگو با بابات صحبت کنه که من بیام خواستگاری راند چهارم. خرجمون چی؟ خرج عروسی من و جهزی تو رو جلینگی جمع بزنیم با حساب پس اندازم رامو میندازه. بعدم خدا بزرگه میرسونه روزی رو.
تو که دیگه نمیتونی بیای بیرون نه؟ همین الانش هم زورکی اومدم. خب پس برای چی اینجاییم؟ بریم بیرون یه دوری بزنیم دیگه. بریم. تو چند سالت بود؟ ای آلزایمر داری یا؟ ای بابا تو بگو یه کاری دارن دیگه. 21 یعنی 5 سال فرصته. یعنی بعدش میمیرم؟ نه خیر، میخوام بگم یه همچی پولی رو طراحی کنی. 5 سال دیگه؟ من 500 سال دیگه هم نمیتونم. چرا نمیتونی؟ طراحی پول دختر 26 ساله بوده، تقریبا همسن سال خودت. واقعا؟ بله واقعا. چی شد؟ گرفتی یا؟ نه والا من که معماری نمیخونم. هرچی میخونی، مهم اینه که تو این سن کارهای بزرگ بکنی. 70 ساله بشیم یه همچی پولی طراحی کنی، بیکار بزرگی نکردی. پول یه مثاله، پروژه های بزرگ برای این سن که آیندهمونو بسازیم. بزرگترین پروژه من و تو هم شده ازدواج. خیلی خوب، این خودش پولیه به سمت خوشبختی، آینده خوب، آرامش. آرامشم کنار تو فوق‌العاده است. ببین توی اصطلاح سازه مهندسی میگن سازه اینجا برپای خرپا ساخته شده. خرپا؟ بله نگو همه جا زبدری روی کن. بابا من آره. نمیفهمم معماری بابا چی میگی تو؟ بابا تو چرا ما هرچی میگم میگی معماری نخونم؟ آخه خرپاهاش زبدریه. آره خرپ از ما که وقتی بار سنگی میکشه اینجوری میره. خیلی بد میاد. دست شما در نکنه، ما رو مصطفی فرمودی داشتیم. خیلی خوب باشه، مگر اینکه خلافش رو ثابت کنی. چطوری؟ تست هوش بزنی؟ کانتومی. بابا اونو که من جد در جد کاپ افتخار گرفتم، تمام خانواده باختی. گریه نکنی یا جر نزنی یا جر نزنی عوض کنی یا بگو. خیلی خوب باشه، بگو. یک دو سه. شروع. چخماق، قاصدک، فندک، زغال، آتیش، نون زیر کباب، مادر زن، خواهر زن. بگو. آتیش سوزی. آفرین. بله. من به پروبال دادم. من به کاپ افت قدیمی ایجا. حالا نوبت منه که این کار بکنم. من فکر کنم که فکر کنم با فیلم میگیره. آقا شبکه چنده؟ عزیزم خوب هستی شما؟ حالتون خوبه؟ مرسی. چی بودو؟ گوشی. من فکر کردم تلسکوپ بیاش بالا. اینو تلسکوپ چیه؟ گوشی تو جیبتون عرض میکنم، پاکش کن. فیلم چی داشت؟ من طبیعت فیلم میگرفتم. آقا از ما فیلم گرفتی دیگه. یه تیکن نمایش رو افتاد. آقا نمایش میخوای ببینی برو تئاتر شهر، پول بده بلیط بخر 10 بار فیلم بگیر، عقب جلو کن. اینو پاک کن دنبال شهر نگرد. وقت این جنگولک بازی رو نه. آقا جنگولک بازی چیه؟ مرد ما من بدون اجازه از ما فیلم گرفتی، ما راضی نیستیم، پاکش کن. آقا من خواهش میکنم اون فیلمو پاک کن. چرا نگرانید؟ از چی میترسی؟ آقا من نگرانم، میترسم. شما محبت کن پاک کن. فکرشو میکنم دوستشم پاک میکنم. آقای عزیز تشریف بیارین اینجا. آقا به سبا تو هم وایسا، پاکش کن. هوا گرم آبسه تو یخچاله. گل بزن، من راضی نیستم فیلم تو گوشت باشی. کیو ببینم؟ راضی نیستم به جهنم. جهنم رو ببین، نگاش مؤدب صحبت کن. پاکش کن. اصلا منو خورد نکن. پاک نکنی پاکش میکنم ها. دنبال شهر داری میگردی ها. جرأت نداره غلط میکنه از کار. آقا بیا. آقا بیا. آقا همینجا ختمش کنید بره. جواب صاحب من که گفتم پول گوشی میدم، ایشون من نمیدم. چه دمر داستان میگرده؟ هم زدین هم خوردین، یه جوری با هم سازش کنید همینجا تموم شه. حق جرون صاحب، از این بچه غیرتی شاکی هم. خب مؤدب صحبت کن.
جالب شده چون به جای که از ما رضایت بگیرن ازشون رضایت میگیری. ما طرفداری کسی رو نمیکنی. درست. ایشون نباید فیلم میگرفت. اما شما هم نباید کتک کاری میکردی. به هر حال اگه بریم کلانتری و تشکیل پرونده بشه حتما باید دادسرا هم بریم. همین خانومی که الان خوشش داد به موشمرگی گوشیمو زیر پاش له کرد. آقا درست صحبت کن، من که گفتم پول گوشیشونو میدم. اصلا جان سرارو نمیدونم یه چیزی میترسم. ما از چی میترسیم؟ هی میگی میترسم ما که چه وایستادیم آقا؟ بترسن یا نترسن به شما ارتباطی نداره، خود دانید. از من گفتم بود، من دوست داشتم این قائله همینجا ختم به خیر شه. جان سرارو مرادیان محبت کنید ماشین رو بگید میاد بریم کلانتری. شما بفرمید بابامون به کلانتری نکشه. بابام بفهمه من بیچاره. ما از کجا قراره بابات بفهمه رفتیم کلانتری؟ خب ما بریم کلانتری، اینا زنگ میزنم بهش دیگه. خب زنگ بزنن، مگه جرم کردیم ما؟ تو اصلا نمیفهمی؟ چی نمیفهمم؟ که قراره چه بلایی سرمون بیاد. چه بلایی قراره سرت بیاد؟ ندیدیدش از اون فیلم میگرفت بعد میذاشت توی اینترنت که بدتر میشد. آروم باش، همین کاری کردی که طرفه میگه میترسید دیگه. نباید میومدم. یعنی چی نباید میومدم؟ کیو داری میگیری؟ عمه ماهان. عمه ماهان که به بابا چیزی نمیگه. نمیدونم. آقای کاظمی این خرابه، زنگ بزنین فروشگاهش، ضمانتنامه داره بیان ببرن. حرفا میزنی خانم خاکپورا؟ این کارتش نه مهر داره نه تاریخ خرید. یعنی چی مگه ممکنه؟ یعنی اینکه جنس قلابی همه چیش قلابی. دست شما درد نکنه، لطفا دقت کنید از این ببر. الو سلام عزیزم، چطوری لاهه؟ چرا گریه میکنی؟ چی؟ یعنی چی؟ بابات خبر داره؟ باشه من الان میام. کلانتری باز چی؟ خیلی خوب، به ناصر خبر دادین؟ باباشه دیگه، نمیشه که نباشه. شهر بشه یا نشه خودم میرم میارمش. نه شما لازم نیست بیم، من خودم میرم. خداحافظ. نباید فیلم برداری میگردی دیگه. الان دیدت ناراحت شده و هم دیگه درگیر شدیم. آخه سرسواد اونو کنید. آقا جان اگه رضایت ندی هر دو تون نگه میدارم. بچه جان چند بار بهت گفتم دست از سر دختر من بردار؟ گفتم یا نگفتم؟ به تو هم گفتم دست از سر آقا بردار یا نه؟ گفتم یا نگفتم؟ دیگه حق نداری پاتو بذاری تو اون خونه، فهمیدی؟ پام به کلانتری وا نشده بود که شد. دختر مردم صاحب داره. آخه من اداره دوست دارم. یه کمی آرامش داشته باش. آقا ناصر الان میریم اصلا میشینیم خونه ما حرف میزنیم مشکل حل میشه. حرف اول و آخر من اینه سید، دختری که حیثیت خانواده شو ببره جاش تو خونه من نیست. بابا جوون اشتباه میکنه، خب نباید که از خونه بیرونش میکنیم. اگه من بهش نگفته بودم حق با شما بود، ولی بارها و بارها بهش گفتم، مثنوی خوندم براش، بی فایده سید. حالا ختم به خیر شده.
شما الان عصبانی هستی، برو من میبرمش خونه عزیزینا یکی دو روزی اونجا بمونه. سید جان جای شما الان اینجاست. من شرمنده شما شدم، واقعا مغزم دیگه نمیکشه. برای چی چی بیام خونه عزیز؟ بیام بهش بگم دست درد نکنه پامونو باز کردی کلانتری عقلمون بردی؟ نه ما هم قربونت برم، بذار یه چند روزی اونجا بمونی شاید یه ذره عقل اومد تو کلش. من نمیدونم با چه روی باید تو روی شما عباس آقا نگاه بکنم. باش خداحافظ. ماما گناه داره، ببریم بیاریمش. چی چی بگی تو؟ هم لیلی به لالاتون گذاشتم یه جور به سرم آوردین. خب چرا هرچی میشه پای منو میکشین وسط؟ الهام دست از سرم وردار، از یه طرف باید خونه دل کار شما دکتر بخورم از سرم به بابات حساب بس. حالا چرا اینقدر شلوغش میکنیم؟ طوری نشده که دیگه مخواسته چطور بشه؟ آبرومون رفته. برو حوصله حرف زدن ندارم، بلو از جلوش چیشو برو میگنت. دست درد نکنه یونس، چه قشنگ شده. حالا صبر کن، کارهای دیگه هم میخوام بکنم. خودت خسته نکن، هر کاری بکنی به قشنگی غذاخوری خودت نمیرسه. میشه از اونم قشنگتر میشه، حالا میبینی. خب پولش چقدر شد بهت بدم؟ پولش چه بهم بدی؟ پس من غذاهایی که اینجا میخورم پولش بهت بدم. آره خب نه، تو اینجا مهمانی. من اینجا رو خونه خودم میدونم. عبد گفت که داره میاد، پس بیمونم تا بیاد. اما ساعتش نگفت. باشه، من چه کاری ندارم. ای بشناستت چی؟ فقط یکی دو بار بیشتر منو ندیده، اینم اون سالها. من خودم رو میشناسم، اون منو میشناسه. ما نمیدونم این ناامیدی تو واسه چیه. بابا یونس پیغمبرم تو نینوا وقتی از قومش ناامید شد فرار کرد رفت تو شکم ماهی، تا استغفار نکرد از این ناامیدی خلاص نشد. این همه ناامیدی برای چه؟ شده وجب به وجب میگردم تو عباس رو پیدا کنم. سلام خاله. سلام خاله. سلام. سلام کجا؟ چه قبلیه؟ سی جدیدم داری کجا؟ سه تا بلوار فرهستادی آماده است. خسته نباشی، سه تا جدیده هایی بده. این کیه؟ اما که گفتم قضا میبره میاره آشناس. هشت سال حبس بوده. بعد تو بهش کار دادی؟ میتو میدونی برای چه تو حبس بوده؟ برای کار خوب آدم رو میبرن زندان. ایتونم اون موقع میگرفتن مینداختن تو زندان، همینو میگفتی؟ مادرشو میشناسم، سر غیرتش افتاد زندان. سلام. خسته نباشی. سلامت باشی. خونه خاکپور مگه پلاک 24 نی؟ چرا؟ چطور مگه؟ سفارش غذا داره بردم، کسی در باز نمیکنه هرچی زنگ میزنم. پسرش که استاد دانشگاه ماشاءالله سر کلاسه. اما اکثرا خانومش خونه است. خود حاجی هم گاهی گداری میره این لافتی کربلای احمد. بعد مدرسه میره اونجا میشینه. شاید اونجا باشه الان. خسته درد نکنه. دو تا سفارش دیگه دارم تو این محل. بعد یه چرخی میزنم میام. ممنون.
نماز آقا چرا انقدر خاک و خالی شدی؟ یه موتور سوار خدا بی خبر زد به خیر گوش الحمدلله الهی شکر حاجی به توی آبی به چیدی بدم بخور برو من احراسی حاجی چند دقیقه پیش یه دردی موتور سوار هستن پیگا قضا این ولوان میکنن قضا آوردون در خونه شما زنگ خونه تا هر چی دادن کسی در ما نکرده بود قضا رو ورداشت و رفت قضای بی موقع چرا ما که خیلی وقت نهار خوردیم چی بگم والا حاجی جون روی اون جعبه قضا خورشم نوشته بود خوبا محبوب آره قشنگ یادمه قضا خوری محبوب لابا تو هم بهشون گفتی که من تو لافتوزی کربلا احمد هستم آره حالا جون من گفتم نه با تو گفتم گفتی دیگه سلام براتون حاجی سلام عباس جان الحمدلله خوبه ببینم اون حوریه گفت برای جلال کجا کار پیدا کرده آدرس اون غذا خوریه رو داری؟ نه اون اومد سراغم داشت با موتور میزد به هم جدی میگم چی؟ بری چی بهش بگی که من نگفته باشم گفتم که آروم نمیگیره نه بذار من اول از گل این دردسر الهه خلاصم بعد همقدر میدونه که عباس تهرونه گفت این ورور خبر میگیره بلکه ردش پیدا کنه وقتی دنبالی کسی میگردی آب میشه میره تو زمین اما وقتی نمیخوایی ببینیش مدام جلو چشت سبز میشه مثل ما که یه حد جلو چشت سبز شده اونها وقتی پیر مهده آدرس تو رو داد بعد یه عمر تازه فهمیدم که گاهی اوقات میشه تو این همه بدبخت شانس آورد ما که نتونستم هنو برات کاری کنم محبوب من تو رو هم از کار زندگی انداختم ای بابای چه حرفیم میگم زیاد تو اون هتل نمون این شهر جای دیدنی زیاد داره یه چرخی بزن چشم فعلا خدافظ به سلامت گروب میاد دوباره بگم کی باهاش کار داشت بفرمایید دوماد حاج ابراهیم ببخشید بگم اسمتون دوماد حاج ابراهیمه نه منو به اسم نمیشناسن میخواین اصلا شمارهشو بهتون بدم خیلی لطف میکنید بله ممنون شما؟ محمد حاج ابراهیمم فرمایش؟ جلوی زندور هم دیگر دیدیم بخواستم چند دقیقه بود حرف بزنم پلیسی آره؟ سه سود سرم؟ نه کمان دست سر اتفاقی که؟ امروز برای حاج ابراهیم افتاد اتفاق خوب مثل ست تا اتفاق دیگه حاج ابراهیم زن میگیره اتفاقیه طلاقش میده اتفاقیه اتفاقی آوارش میکنم با این کارو به جایی نمیرسی اگه حرفی داری بزن.
اگه چیزی ازش میخوای بهش بگو. به ما اون نامردی چی نمیخوام؟ اگه دم زندون گفتی که چیزی ازش به دل نداری؟ دل خوب یهو میزنه به شهر، یهو میزنه به قبر. گوش کن آقا جلالی، حاج ابراهیم سن و سالی ازش گذشته، انقدر اذیتش نکن. گوش کن پیر مرد جماعت با فکر او دنیاش باشه، من جای وجدان نداشتش جلو چشاش میپلکم. فکرشان خوب پدرته، حرمتش واجبه، گیرم که ازش دلخور باشه. حالا ای پدر یه پسر پدشانس هم داشته باشه، یه پسر شرور هم داشته باشه، طوری میشه؟ دنیا با آخر میام. اومده بودم دم غذاخوری ببینم ات رو در رو حرف بزنی. اگر جربوزه نداشت خودش بیاد جلو، رفته پشت دوماد پلیسش قایم شده. پس آمار منم گرفتی؟ من که پلیس نیستم، ولی اگه قرار باشه رفتار تو همین باشه، اون وقت منم تکلیف خودم میدونم. ببین گوش کن، هیچ کاری باهات ندارم دیگه، هم به هم زنگ نزن، غذاخوری هم نیا، نترس، شادمان. و در زنت پوست کلافتر از این حرف هاست که باید چیا طوریش بشه. یه استاد دیگه بزنید. خوبه خوبه، دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشید. مشکلش دقیقا چی بود؟ وایرا شور شده بود، یکیش افتاده بود. ماشین زدم من چیکار دادم؟ چیکار دادم ایرش؟ همکارم غلط کردم هم گفتم. زنگ بزن پلیس بیاد. اگه من اینجا مردم اینا میام ماشین تو درست می‌کنم. بشین تو ماشین. بشین تو ماشین. آقا من خیلی عصبانی شدم. بزن جنگ برو. بزن گودا جنگ برو. تو شما هیچ چیزی نمی‌گی. آقا ما نخواستیم برو. یعنی چی برو آقا؟ برو اینا. همکارم یعنی چی؟ ایرش آقا تو خودت بگو. من خودم همکارم. آقا جونه. الو. سلام زنده داشت، چی شده؟ اسماعیل توی چی؟ خوب کردی به داداش هیچی نگو، خودم الان راهی میشم. کدوم کلانتری؟ شما بیای کلانتری چی کار؟ خداحافظ. چی شده؟ هیچی خانم، ما رو پاگوشا کردن تو کلانتری. این ایرج با فاطمه درگیر شده، الان تو کلانتری هم. مگه چی ها کرده؟ والا ریزشو نمیدونم. اسماعیل چیزی نفهم ها. من میرم کلانتری ببینم چه خبره. چیکار؟ اصلا انگار دینامیت وسط این خانواده منفجر کردن. فاطمه رو با خودتون بیارین تا اسماعیل آقا نفهمه. آره آقا جون بیارش. تاسه نشه بازی نشه. دومیش چی بود؟ حالا تو این هیروی خانم من باید به شما حساب پس بدم. یا اقل عباس آقا رو با خودتون ببرین. عباس آقا من یه دارو بکاله داره. بل کنین خانم، بچه برون در رو با کن میرم. خدا الهه. ببخشید من خیلی بهتون زحمت دادم. خواهش میکنم اختیارش. ببین بابا، این دفعه به ساتتتو کردم، ولت کردم، ولی همین یه دفعه بودا، دفعه دیگه ای تو کار نیست. اگه بگیرنت میندازن زندانا. من که میدونم شما دلتون از چی میسوزه. شما از اولش هم مخالف ازدواج ما بودی. باز شروع کردی هزیون گفتن؟ خب همین کار رو کردی که زندگی تو سیاه کردی دیگه. بس کن، تا که میخوایی ادامه بدی؟ واجب ابراهیم احترامت واجب، ولی زندگی منو این سیاه کرد. من درستش میکنم، درستش میکنم. فلش کنم. برو ماشین تو روشن کن بریم خونه. خیلی ممنون، من مزاحمتون نمیشم. یعنی چه مزاحمتی؟ بیا بریم خونه، باهات کار دارم، میخوام باهات حرف بزنم. بیا بریم. الهه جونم، تو رو خدا این حرفا رو نزن. من شرایط تو رو درک میکنم. اون موقع خودم هم فکر میکردم ایرج بهترین شوهر دنیاست، بهترین انتخاب رو کردم. مخالفت بابا امینا هم برای اینه که خوب نمیشناسنش. از کجا میدونستم اینقدر آدم مریضیه؟ بابام همیشه میگفت این یه چیزیش هستا، ولی من میگفتم برای اینکه خوب.
آرمان مریض نیست. من که نگفتم آرمان مریضه. میخوام بهت بگم که مشورت خانوادت رو جدی بگیر و حرفاشون گوش بده. احساسی تصمیم نگیر. ببین تو هیچی نمیگی. بذار آقا جون هر جور سلام میدونه حرف بزنه. باشه؟ چش. بهبه سلام. 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 خسته نباشی. برو بالا دستورت تو بشور، لباستو عوض بکن، من میام کار دارم. باشه. بفرمایید. چی شده بود؟ فاطمه و الهه کلانتری بودن. چی شده؟ فاطمه و الهه کلانتری بودن. با هم؟ نه، من برات میگم ناصر و مریم دارن میان اینجا صحبت کنن، ولی تو مثلا هیچی نمیتونی. خب من که چیزی نمیدونم. خب الان گفتم دیگه. بابا فل کن، اصلا تو از اتاقت نیا بشون. خب عزیزشون از اولش همینو بگو، ولی خب بگو چی شده، من نگرانم. ایرج زده همکار فاطمه رو خورده خمیر کرده بردنشون کلانتری. الهه و آرمانم تو خیابون گرفتن بردن کلانتری. من نمیدونم چه به سر این دختر لجباز میاد. به شما رفتن دیگه عزیز جون. وا چه دخلی به من داره؟ چرا دیگه؟ خود شما مگه وای نستید گفتی الا و بلا یا آقا جون یا هیشگی؟ بعدم که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. حال روز ما فرق میکرد. چه فرق میکرد؟ همه فکر میکنن حال روزشون با بقیه فرق میکنه. بعدم ولی افتاد مشکل ها. حالا سوزنت گیر نکنه، عوض که بری دو کلون با این دختره حرف بزنی هی افتاد مشکل ها افتاد مشکل ها در میاری. عزیز خودت گفتی چیزی به روشون نیار. نمیدونم والا، میگم به روت بیار. چشم. هم به روت میارم هم به روت نمیارم. چشم. یه موقع قصه نخوری یا هر کاری هم داشتی به خودم زنگ بزن، انشالله درست میشه. باشه؟ کجا؟ زنم بوجون با اجازتون من برم، آخه پسرم و اینا میان، نباشم بهتره. یه وقت فکر و خیال نکنی ها. حاج ابراهیم مثل بابات اینا نیست که مراعاتشو بکنه، از پسش بر میاد. اگه این دفعه اولدرم بولدرم کرد صاف بیا به عموت بگو. چشم، خیلی ممنون. با اجازتون شبتون بخیر. خداحافظ. شما زحمت نکشید، من خودم میرم. با اجازه. خداحافظ. عزیز جانم، میشه من یه مدت اینجا بمونم؟ بابا تینا دارم میان دنبالت. برم خونه باز دعواست دیگه. اصلا مگه خودش نگفت جلو عمه دیگه جا تو خونه نیست؟ آدم عصبانی خیلی حرفا میزنه. برو اون سالاد و ظرفا رو بیار تو آشپزخونه. آقا ابراهیم، الهه میخواد چند روز اینجا بمونه. بهتره برگرده خونهشون. میگه برم خونه باز علم شنگه به پا میشه. خوبیت نداره دختر عادت کنه بیرون از خونهشون بمونه. اینجا که خونه قریبه نیست. این دفعه ماهان آوردش اینجا. دفعه بعد چی؟ اومدیم اصلا دفعه بعد به ماهان خبر نداد. چه بلایی سرش میاد؟ باهاش حرف زدی سنگ این پسره رو اینقدر به سینش نزنه. اگه نصیحتش کنم میگه پس چرا خودت 40 سال پیش رفتی پای دلت. خانم چه ربطی داره؟ نه من اون پسره هستم، نه شما الهه. خب الان من و شما همچین تافته جدا بافته نبودیم که بابای خدا بیامرزم میگفت ابراهیم به درد زندگی نمیخوره. ناصرم همینو میگه. خدا بیامرزم ناراحتیش نداری من بود، نه چیز دیگه.
اما نظر ناصر این نیست، اصلا اعتمادی نداره به این پسره. خیلی دست و دل بازه ها، اصلا جوان تو این دور زمان اینقدر دست و دل باز پیدا نمیشه که. خب بابا اینقدر تو زندگیش لجبازی کرده به کجا رسیده؟ اصلا وضع مالی ما باید این باشه؟ مگه نمیگه از هم بچگی کار کرده؟ ستون خیمه زندگی ما هم شده لجبازی. حالا ماجرای آرمان یکی از اونا. یه جوی نگاه میکنه انگار بار اول منو میبینی ها. از این زاویه؟ آره. اصلا باورم نمیشه انقدر بزرگ شدی. انگار همین دیروز بود داشتی تو این باغچه با خاکا بازی میکردی، بعدم همون جوری میدویدی میرفتی تو، مامانت دعوات میکرد، عزیز مامانت رو دعوا میکرد، اون وقت الان نشستی جلو من داری از شوهر حرف میزنی، داری از عشق حرف میزنی. خب حالا بعد همین زندگی مشترکی که انقدر براش نقشه کشیدم با کسی باشه که دوستش دارم، عاشقشم، اما من واقعا عاشق آرمانم. تو نمیدونه وقتی یه لحظه به این فکر میکنم که ممکنه 1% با هم ازدواج نکنیم چه حالی میشم. من نمیتونم هم سید. یه بنده خدایی داشته از یه جایی رد میشده. یعنی یه سری آدم دارن داد و بیداد میکنن دنبال طبیب میگردن، میره اونجا و میگه من طبیبم، اون آدم رو ورش میدارن میبرنش برای سر یه مریض، اینم میشینه اونجا و نبض مریض رو میگیره، رو میکنه به اون دوروبریاش میگه خیلی فوری برید دو تا نون، 4 تا سیخ کباب، یه دبه دوغ محلی خوب و یه بشقاب سبزی بردارید بیارید. اونا فوری میرن براش اینا رو مهیا میکنن برمیدارن میارن. این هم میشینه باره سر اون مریضه سر حوصله همه اونا رو میخوره. ازاش که تموم میشه مریضه اون بر میمیره. دور و وریای اون مریضه میخوان بریزن رو سر اون آدمه که تو دروغ گفتی، تو شیادی، تو اصلا طبیب نبودی. اونم داد میزنه من دروغ نگفتم، به خدا اینجا 2 نفر داشتن میمردن، یه دونشون مریض شما بود که عمرش به دنیا نبود، یه نفرم من بودم که داشتم از گرسنگی میمردم. اینا رو گفتم که بگم مواظب باشی، طبیبت واسه گرسنگی خودش نیومده باشه سراغت، که اگه اینجوری باشه تو میمیری و اون سیر میره. عزیز این همه سال تو همه خونه ما با هم زندگی کردیم، یه بار خودم خودت در وردم تا تقی به توقی میخوری ناصر همش سرکوفتو میزنه، انکو من گفتم اینا هم دیگر بخوان، الان هم نمیدونم چی کار بکنم. چون بگین میشه دختر به گندگی زندونیش بکنی؟ با خانواده پسره صحبت کنیم. قربونتون برم، ما دخترمون نمیتونیم جلوش بگیریم، اون وقت چجور توقع داشته باشیم اونا پسرشون جمع بکنن؟ خب اینجوری که درد سر تموم نمیشه. میدونم درد سر که هیچ وقت تمومی نداره، من هم موندم وسط اینا نمیدونم چی کار بکنم. از یه طرف ناصر که شما میشناسینش، حرف خودشه، لجباز یه دنده، از اون طرف هم الهه، انگو یه سیب که از وسط نصفش گیرده باشن، او هم این باباشه، لجباز و یه دنده، چی کار بکنه؟ ناصر بیرا میگه؟ نه عزیز جون قربونتون برم، من که نمیگم بیرا میگه، من که نمیگم ناصر ناحق میگه، من میگم خودم نمیدونم چی کار بکنم. ای بروش نیاریم یا وی جوری گندش میزنه بالو، بروش هم بیاریم که نمیدونیم حال احوال بعدش چی جور جمعش بکنیم، چی کار بکنم من؟ صبوری صبوری، نمیگم ناصر یه دند و لجباز نیست، نمیگم مشکلت مشکل کوچیکیه،
اما هر چیزی وقت میخواد. گره رو باید با دست باز کرد، نه با دعوا و جار و جنجال و بی‌حوصلگی و عجله. تو چرا خودتو وادادی؟ تو که سنگ صبور همین خانواده ای، تو چرا؟ به خودت بیا، خودتو جمع و جور کن تا بتونی جوونتو جمع و جور کنی، شوهرتو جمع و جور کنی، زندگیتو جمع و جور کنی. به خودت بیا. عمو، شما وقت گیر آوردی؟ میگی چی کار کنم؟ بیم با شما فالگوش بایستم. شما رو فرستادن اینجا مثلا متوجه حرفاشون نشی. شما اصلا حال منو نمیفهمی. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران و ساحل. همچین سبک بارم نبودی یا؟ بشه. عمو، چند سال پیش که رفتی خواستگاری جواب رد شنیدی، بعدش چیکار کردی؟ بعدش خودم کشتم. خیال میکردم شما میتونی کمکم کنی. آخه دختر خوب، تو فکر میکنی پدرت برف من گوش مونده؟ خب بالاخره شما استاد دانشگاهی یا؟ چه ربطی داره من انیشتینم باشم بچه کوچیکه خانواده؟ دوستش داشتی؟ نه، ازش متنفر بودم. خب آخه شما خیلی زود میدون خالی کردی، ولی آرمان چند بار تا حالا اومده خواستگاری، واسطه فرستاده. آفرین، باریکلا، احسن. باید بگم اسمش تو کتاب گینس ثبت کنه. این لیلی و مجنون بازی ها برای سن و سال شماست. نه ما، یعنی الان فراموشش کردی؟ نمونه آماری میخوای یا آینه عبرت؟ اگه میشه فراموش کن. گاهی میشه، گاهی هم نمیشه. آخه کدوم آدم عاقلی خودش به بچهش یاد میده که شب میتونه نیاد خونش؟ آقا جون، شما تا حالا به خاطر کدوم بچت پات به کلانتری باز شده؟ مسعود آقا جون من، پدر من، اون به خاطر گرفتاری مالی بوده. بابا منم یه ظرفیتی دارم، طاقتی دارم دیگه. یکم تاب بیار، بچته تو آتیشم بره، بعد بری بیاریش بیرون. آدم حرف آخره که اول نمیزنه. آقا جون با اینم حرف زنم، اون پسر سیریش ول کن نیست. خب با اونم حرف بزن، دیو دو شاخ که نیست، آدمه. چشم. خب بشین دیگه راحت. آها، میخوای بمونی بمون، من حرفی ندارم، ولی اونجا خونه تو هم هست. خب پدره، غرور داره، به زبون یه چیزی میگه ولی حرف دلش یه چیز دیگه است. تو به حرف دلش گوش کن. عزیز درست میگه. بیا قربونت برم، بیا جلو عزیز قول بده که دیگه سراغ آرمان نری، بچسب به درس و مشقت. قربونت برم. اگه بخوادت پات وای میسه. عجله نکن. خستم از انتظارت. اینا اومده اینجا، دیگه نمیرم تا اونجا، دیگه نمیرم تا اونجا. چی میخونی تو زهرا؟ چی میخونی تو زهرا؟ بلکه تو داری میخونی؟ نه کتابو دارم میگم. گلستانه. آخ آخ،
کاش که آقا سعدی بود، حکایت زندگی منو مینوشت، کتابش میفروخت. میفروخت. اگه بهت بگم اتفاقا درباره تو نوشته باور میکنی؟ جان من؟ آها، اون یارو بچانسی که لب دریا میرفت یه دباب با خودش میبرد. مثلا تو واقعا اینقدر احساس بچانسی میکنی؟ آره. تو ازدواج نه ولی تو کار آره. بابا قصه کار کردن من شده عین بزرگراهای پرترافیک تهران، همون لاینی که توشی تکون نمیخوره. بعد جون میکنی میای به زور و زحمت خودتو میکشی بیرون، میری تو لاین جدید، لاین جدید همه وامیستن کیپ، همون لاینی که بودی توش، لاین قبلیه میشه اتوبان با 100 تا 100 تا 100 تا. خب پس مشکل لاین ماشینا نیست، لاین فکری توئه که مدام میخوای عوضش کنی. خب ما که هر لاینی رفتیم وایستاد تکون نخورد، ای کاش فقط وامیستاد، تپ و تپ آفوش به اون میزدن، هی میخواست این بگیره اون، این میخواست بره تو اون لاین. چی میشد تو لاین خودت میموندی؟ هی لاین تو عوض نمیکردی؟ باور کن تا حالا رسیده بودی. آخه آقا دانیال تو زبون منو میفهمی؟ میگه اصلا نمیشه بفهم، میگه میتونم با این شرکتم کنار بیام؟ با این زبونی که تو داری با همه کنار میای؟ نه با منظورم اینه از این بد اونو قفاده یا نیست که مرد اسمه، مگه میخوای بری خواستگاریش؟ خب کاره دیگه. پس قشنگ معلوم از این برج زهر ما را اصاله؟ نه بابا، البته مثل منم اهل بگو بخند نیست. اوه تو تازه اهل بگو بخندشون یاره، پس اون دیگه چیه؟ مثل چودی مثل بچه مدرسه یا؟ راست میگه آقا جون، باید خودتو رها کنی تو این موقعیت، فقط توکل کنی به خدا. این شد، بریم تو امید خدا. سلام خانم. نیست که. با کجاست؟ جلسه است. یه لحظه صبر کن. کجا؟ الان میام. اولمپیکیه واس خودش اینجا. سلام، مژده رفیعی هستم. سلام، خاکپور هستم. مسعود خوشبختم. مثل اینکه انتظار رئیس زن رو نداشتی. اختیار دارین، این چه حرفیه؟ من آدم پست مدرنی هستم، به زنها خیلی اهمیت میدم. خودم توی کمپینگ حمایت از مبارزه علیه خشونت زنان هستم. نمیخوایم بشینیم؟ چرا، حالا میشینیم. شما بفرمایید. دلهوره دارید نه؟ مثل کسی که از پرواز میترسه و دفعه اولشه که داره سوار هواپیما میشه. نه خانم، تعریف نباشه، من خودم چترباز غریبیم. اگر که قراره با هم دیگه کار بکنیم، بعد این حالت تدافعیتون رو بذاریم کنار. حمله ای نشده که من دفاع کنم. ولی تردید داریم. تردید؟ خانم اصلا نمیدونم تردید رو با چه تی مینویسن. و الان هم دارید دروغ میگید. بله. نه خانم این چه حرفیه. نه جسارتا شما کفبینید یا روانشناس؟ هیچ کدوم. بفهمید بشینید براتون توضیح میدم. آه چشم، بفرمایید. خوش منم با اجازتون. یه علمیه به اسم بادی لنگویج. لنگویج؟ آها، شما از حرکات بدنی طرف مقابلتون میتونید حس بزنید که چی توی ذهنش داره میگذره. جالبه. احتمالاً الان دارید صحبت‌های منو ارزیابی میکنید. چی بگم؟ خب الان میشه باهاتون در رابطه با کار صحبت کرد. فکر میکنم یه حس علاقه و اعتماد توی شما به وجود اومده. عجب، این علم بادی لنگویج خفنه. یه کتابی هستش، اینو به شما معرفی میکنم، حتما تهیه کنید و مطالعه بکنید. شما هم باید حتما در مورد بادی لنگویج بدونید. الان دیگه دنیای بیزینس روی روانشناسی میچرخه. دقیقا. البته من باید یه اعتراف دیگه بکنم، اینکه من خودم یه پا روانشناس تجربیم، ولی سیستم کاریمون با هم فرق میکنه. شما روی بادی لنگویج کار میکنین، من روی چشم، یعنی آی کانتاکت. میدونی چجوری؟
راحت‌تر بگم، من کار قبلیم بونگا بود، نمیدونم آقا رضایی توضیح داده یا نه، همکارا همه گفتن مسعود تو مهر مار داری، حالا رو چه حساب؟ اینکه من مشتریا رو عین مار تلس می‌کردم، جدی میگم خالی نمی‌بندم. مثلا طرف میومد عاشق خونه نوساز بود، من چیکار می‌کردم؟ یه کار می‌کردم شیفته خونه کلنگی بشه با آی کانتاکت. یا مورد داشتیم، ما مورد داشتیم، طرف می اومد مثلا گفت من خونه کلنگی میخوام، الا بلا خونه کلنگی، من چیکار میکردم؟ دو سود میفرستادمش نوک برج طبقه سیام. میدونی چرا؟ چون مردم نمیدونن چی میخوان، ما باید کمکشون کنیم تا شفاف بشن. بخشید ما میگم احساس راحتی که چون دیدم افکارم هم نزدیکه ها الان، ولی دارین یه جور نگاه میکنین که پیش خودتون میگین این چی داره میگه، چرا انقدر داره لاف میزنه؟ نه شما چی؟ چی؟ میدونین چی میخواین؟ آم دقیقا، اتفاقا تنها چیزی که من خوب میدونم. خب چی میخواین؟ میخوام دیگه بره نباشم. میخواین گرگ باشی؟ نه بعد برداشت نکنین، میخوام گله دار بشم. خیلی خوبه. ممنون. میتونین؟ نمیتونم. اینو دیگه بچه 5 ساله هم میدونه که خواستن توانستن است. خلاصش اینه که خانم رفی، من تا همین الان که خدمتتونم شانس نیاوردم. همه آدم ها با من مثل یک ماشین قرازهی تا کردن که وسط بیابون افتاده، یعنی یکی چرخامو وا کرده، یکی فرمونو برداشته، به طور هر کی خوردم هر کی از ما یک چیزی کند برد. واقعا الان این نگاهایی که شما میکنید داریم پیش خودتون میگی این دیگه که چرا انقدر لاف میزنه. آه این یه وری نگاه کردناتونم بر اساس آی کانتکت هم میفهمم که دو حالت داره، یکی این که میخواین سر به تنم نباشه و حالت دوم این که یک جنمی تون پیدا کردین که بر اساس این جنم. دومی من جلسه دارم، بعد کارو زودتر براتون توضیح بدم. آقای رضایی هم گفتن که شما برای رسیدن به جوابتون مثل که خیلی عجله دارید. بله در واقع حوصله پله رو ندارم، اگه میشه آسانسوری. حوزه کاری ما خیلی متنوعن، ولی به نظر من کوتاه مدت ترین سرمایه گذاری برای شما اینه که اجناس کارخونه ها رو خریداری کنیم. آه یعنی همون کاری که سوپرهای سر کوچه میکنن دیگه، درست؟ منظورم کارخونه هایی که در حال ورشکستگی هستن، اجناس تولیدیشون رو زیر قیمت بازار میدن، رد میکنن، ما اجناسشون رو میخریم و به قیمت روز بازار میفروشیم. خدا زیادشون کنه. فایل این پروژه هم پیش آقای مجده، ولی قبل از اون حتما اون کتابی که بهتون معرفی کردم اون تهیه کنید و یک بار مطالعه کنید، چون با این استعدادی که من توی شما میبینم فکر میکنم همون یک بار کافیه برای این که چغیرترین فروشنده های بازار رو رام کنید. رام کردن که بلد نباشی وضعیت درامه، موافقین؟ تشریف ببرین پیش آقای مجد، معلوم بهشون اطلاع میدم. چشم، با اجازه. من یه مورد جالبم بگم، من یه مادری دارم که اونم بادیکار تجربیه، یعنی تو زندگی نشده من دروغ بگم که 30 ثانیه نفهمه. چه جاله. در کلی نخواستم بگم که بدونین بادی مادی کلن تو خونمونه، ژنیه، فقط لازم نیست چله من گارد بگیرین چون من خودیم، یعنی زود خودی میشم، پس گارد نگیرین. بر اساس بادی لنگویج خودتون میگم. و از آشناییتون خیلی خوشحال شدم، من برم به جلسم برسم. خواهش میکنم، بفرمایین. مامان بریم دیگه، به چی زل زدی؟ میگم چند تا صفر داره؟ 6 تا. پس یعنی 400,000 تومان. 400 تومان که تو رو دستکشش هم نمیدن، به تومنه. میگم بعد نیبه یه موقع قیمت ها رو ببینی به روسیا. چه خبره؟ او وقتایی که ما عروسی میکردیم با این پولو میشد یه آپارتمان بخری. میگم شما خودت لباس عروسی تو چند خریدی؟ من خودم دختر. واقعا نگفته بودی؟ من شما پرسیده بودی. ببین مامان این همه لباس ها آماده است، به روزی میمونه رو دست. من که نمیخوام 10 برابر سود بکشم روش، یه قیمت میذارم که بتونم بخرم. خیلی هم نمیخرن، کرایه میکنم. ببینم برای جوونا معمولا وسعشون نمیرسه، مگر نه هر دختر دلش میخواد لباس عروسیشو باید خرید داشته باشه به بچه خودش نشونش بده. بریم مامان. میریم، بذار این مدل یکیو هم یه نگاهی بندازم. نمیدونم
تنهایی پسش برمیای. چقدر بهتون گفتم بیان یه چی یاد بگیری. دوباره شروع شد. به زن مجید آقا میگم بیاد کمک کن کنه. مگه بلده؟ آه بنده خدا یه مدتی پیشبند و دستگش و چیا میدوخت میفروخت. بالاخره 4 تا کوکه میتونه بزنه. بهش میگم بیاد کمک کن. میگم الهی که کلاسش تموم میشه. نزدیکش هستیم. خودمون بریم دنبالش. مامان. مامان نداره. چه عیبی داره؟ یا من یا بابات بالاخره میریم دنبالش. مامان زشته مثل مرد کودک یکی ببره بیاردش. شما بجن که با بابا حرف بزنی شیفت عوض میکنی. حال این سری بریم دنبالش. بعدم با بابات حرف میزنم. بیبریم. سلام. سلام. مای خود کلید نداری؟ رسید مرسه که ایام غم نخواهد ماند. چنان نمانده چنین نیز. بگیر دیگه. برای چی هست؟ بنده گله دار شدم خانم. یعنی چی؟ یعنی کارامو شروع کردم دیگه. خب از چرا من بهت زنگ زدم نگفتی؟ چون میخواستم سورپرایز کنم دیگه. چه کاری بهت داد؟ شما اول مثل خارج یه نوشیدنی با کلاس بیار برای آقا تا بهت بگم. اذیت نکن بگو ببینم چه کاری بهت داد. ای بابا آقا دانیال ما رو گذاشت بخش سرمایه گذاری. یعنی حساب داد؟ نه فراتر از اینا، من یه پولی رو دادم با آقا دانیال، اونم منو گذاشت بخش سرمایه گذاری. خوبه؟ چی شد؟ پول یعنی رفتی پول قرض کردی؟ نه وای تو تا منو دیوانه نکنی بل نمی کنی. وای سیاه نمایی شروع شد. نه همچین چیزی نیست. یه لحظه بس تو چلو شلوغش میکنی. 3 نفس عمیق بکش تا بهت بگم. 3000 تا هم بکشم فرقی نمیکنه. بگو ببینم. خیلی خوب، بس به جای این نفس تو حبس کن. الان تو چرا استرس داری؟ حرفتو بزن مسعود. چشم ببین، من یه کار باحال کردم. خب فقط ندارم چجوری. خیلی خوب، من یک پولی رو دادم به دانیال فقط یک ماهه. خب اون پول از کجا آوردی؟ مال خودمونه، پول رهن خونه است. یه ماه. آلای برسرم چیکار کردی تو؟ چیه؟ باید تو چیکار کردی بس؟ نه تو دوزی نمیشدم که پول خودم. نه باستم با من میدونم تو الان حال کسی رو داری که پرواز میترسه. به زور حلش دادن تو هواپیما. دیوونه؟ نه نوکرترینم. بابا ببین این دفعه با سری قبل فرق میکنه. بعد بابا اونجا دانیال تنها نیست، یه شرکت بزرگ شریک داره، دفتر دستک داره، همین خانم مجده رفیعی خودش یک عجوبه. دانیال کدومه؟ رفیعی کیه؟ دانیال هم هم کلاس هم. حرف من پول رهن این خونه است که مال آقا جونه. بابا تو زندگی ما رو آتیش زدی بس نیست، حالا نوبت زندگی آقا جونه. بابا اینقدر سیاه نمایی نکن. چیکار دارم بابا؟ زهرا اینقدر ترسو نباش. زن باشی اینقدر ترسو؟ یکی مثل تو بعد یکی مثل این مجده خانم، یه تنه مثل شیر شرکت رو داره میچرخونه. ببینید مجده نکنم. خانم رفیعی گفتم از وقتی اومده هی مجده ای دل بس. نه من گفتم رسید مجده که ایام غم نخواهد موند اونجا. اصلا چه معنی داره تو محل کارت اسم کوچیکی همکار تو زدن؟ من خانم رفیعی میگم، اسم من شعر خوندم رسید مژده که ایام غم نخواهد. من معلوم میگم چی رو رسید مژده که زهرا این که پولشو دادی به مژده. زهرا هر کاری میکنی به آقا جون نگو. زهرا این یعنی چی؟ درخواست طلاق؟ حالا هر چی بده. زهرا این کارا رو خوب نکن. چرا من میشم از خاطر تو داری زندگی مون رو میپاچی؟ خب زهرا خب نکن. گل خواهشی که دارم زهرا گل اسب گوش بده. اون گوشی رو بده. زندگی مون داری حیف می‌کنی. زهرا خواهش میکنم. زهرا هیچ کی زندگیش مثل ما شارژ نداره. ولی الان به مرحله بعدی خندیدی در نیار. بس خب خندیدی دیگه. خندیدی ببین من دارم میخندم ولی خیلی عصبانی ام. باشه چشم نوکرترینم. فقط یه ماه به من اعتماد کن. مثلا به جان خودت فقط یه ماه. خانم خاک بر، آیا با من ازدواج میکنید؟ خانم خاک بود هر کاریت میکنم مسخره دیگه. من سال هاست به شما فکر میکنم. مسخره نوکرترینم.
آخرش قبول میکنم، این مقاومت اولش رو میبینم چه. میگم حالا اینا که میدوزی مشتری هم داره؟ بالاخره ما میدوزیم، شاید مشتریش هم پیدا شد. همیشه خودت چی میگی؟ از تو حرکت، از خدا برکت. آره خوبه باقی حرفامو کتیبه کنی. آره نکی نکردم. ناصر. بله. شما نمیخوایی یه فکر به حال الهه بکنی؟ میگی دیگه چیکار کنم؟ ناصر الهه الهام نیستا، هرچی بهش بیشتر سخت بگیری او هم بیشتر لج میکنه، این خودتها. مگه بازم کاری کرده؟ نه کاری نکرده، ولی بخ کردی، قهر کردی، اصلا دیگه با من الهام هم هیچ حرفی نمیزنی. اینجوری دست دستی بچه‌مون از خودمون داریم دور میکنیم. خانم دور بشه بهتر از اینه که به بیراه بره. چه حرفی شما میزنی؟ شما یه خورده باش مدارا بکن، آروم که شد وقت حرفی داری بهش بزن. مگه کم گفتم؟ نه گفتی، ولی با داد و بیداد. تو دعوا حلوا خیر نمی کنن خانم. چرا دعوا؟ تندی ناصر، قبول کن تندی. وقتی جواب نمیده ولش کن دیگه. چی میگه؟ حالا هی بهش اسمس بده. بیا ببر اینو پسش بده. آخه به من چه؟ آخه بیا ببین چی نوشته. وقتی حرف گوش نمیدی همین میشه دیگه. میخوای بگم بابا ببره؟ به خدا دیوونه ای. فردا بابا پسش بده. واسه رسیدن حولی، واسه به هم زدن حولی، میبرم دیگه، عجله نکن. الهه بیا، دیرم شده، حالا با یه دقیقه دیر نمیشه، بیا. بله اونقدر اینه که لنگه گوشی خودتو بخری، فعلا یه چیزی بخر تا بعد. امروز خودت برو، من یه مقدار کار دارم، دیر نرسم به کارگاه. یکی بد حرف میزنه، تند حرف میزنه، کمسان یکم زبونش شیرینه و به دل میشینه.